كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلة دروس مقدمة الجزرية، باب ادغام تمام شد و ان شاء الله در درس امروزی باب فی الفرق بین الضاد و الضاء آغاز می شود، یعنی باب در مورد فرق بین ضاد و حرف الضاء، که در بین حرف الضاد و حرف الضاء چه قسم فرق وجود دارد. و الضاد باستطالت و مخرجی میز من الضاء و کلها تجی، وحرف الضاد را بزرعي صفة استطالات وبزرعي مخرج جداك أس حرف الضاء. ومثال هاي آن در أبيات آيندا ميايت، يعني مثال هاي حرف الضاء كدر كدام كلمات استفادة شدا در أبيات آيندا ذكر ميشود. إمام جزري رحمه الله در إن بيت فرق حرف الضاد وحرف الضاء بيان ميكنت، وحرف الضاد را أس حرف الضاء جدا ميكنت. والضاد باستطالة ومخرجي، يعني حرف الضاد را باستطالة ومخرجي بزرعي صفة استطالات وبزرعي مخرج ميز، يعني جداك أسكي من الضاء أس حرف الضاء. وكلها در إنجا هاي زمير ترفي حرف الضاء راجيس، وكلها تجي يعني هم مثال هاي حرف الضاء كدر كدام كلمات استفادة شداء در القرآن الكريم تجي در آيندا در أبيات آيندا ميايت وذكر مشوت. إمام جزري رحمه الله در إن بيت حرف الضاء را أس حرف الضاء جدا كردا، چون در عصر إمام جزري رحمه الله بسيار أشخاص بودن که حرف الضاد و حرف الضاء را یک قسم تلفظ میکرد، حرف الضاد را هم مثل حرف الضاء تلفظ میکرد. ببینیم که امام جزری رحمه الله حرف الضاد را از حرف الضاء جدا میکند. بزرعی چی؟ بزرعی صفت استطالات که در حرف الضاد موجود است در حرف الضاء موجود نیست، و بزرعی مخرج که مخرج حرف الضاء جدا میباشد و مخرج حرف الضاد جدا. یعنی در دو چیز، بزرعی دو چیز، حرف الضاد را از حرف الضاء جدا کرده. یک بزرعی صفت استطالات، صفت استطالات یک صفت است که در درسای گذشته مفصل به تفصیل بیان شده. این صفت فقط در حرف الضاد موجود است، دیگر در هیچ حروف موجود نیست، در حرف الضاد هم موجود نیست. و همچنان بزرعی مخرج جدا می کند که مخرج حرف الضاد جدا است. مخرج حرف الضاد حافت اللسان و دندانهای الضراس می باشد، اما مخرج حرف الضاء طرف اللسان و دندانهای ثنای علیا می باشد. پس مخرج حرف الضاد جدا می باشد و مخرج حرف الضاء جدا می باشد. همین قسم در حرف الضاد صفت استطالت موجود است و در حرف الضاء صفت استطالت موجود نیست، چون صفت استطالت یک صفت است که معنای استطالت طول درازی است که در مخرج حرف الضاد وجود دارد، اما در حرف الضاء این صفت موجود نیست. اما در عصر کنونی هم بسیار اشخاص حتی قرا هستند که حرف الضاد را و حرف الضاء را یک قسم تلفظ می کند. مثلا ولا الضالین می گوید در سوره فاتحه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، حرف الضاد را هم مثل الضاء می خوانه و حرف الضاء را هم الضاء می خوانه. پس ببینید که حرف الضاد و حرف الضاء بسیار فرق دارد. ببینید که در حرف الضاد صفت استطالت موجود است که در حرف الضاء موجود نیست، و صفت استطالت یک قوی صفت است در حرف الضاد. همین قسم ببینید که مخرج حرف الضاء طرف اللسان یا نوک زبان است و دندانهای ثنای علیا می باشد، اما مخرج حرف الضاد طرف حافة اللسان و دندانهای الضراس می باشد. حتی علمای تجوید و قرای تجوید می فرماید اگر کسی حرف الضاد را مثل حرف الضا بخواند در نماز، حتی امکان دارد که نماز آن هم فاسد شود. پس باید زیاد متوجه باشیم. در عصر کنونی اشخاصی هستند که حرف الضاد را چند قسم می خواند،
ولغبالین غین را اضافه می کند، ولدالین مثل دال می خواند، ولدوالین یا حرف واو را اضافه می کند، لبها را جمع می کند، ولدوالین ولغدالین ولدالین ولزالین، تقریبا چهار قسم می خواند که همه اینها اشتباه است. ولزالین اشتباه، ولغبالین اشتباه، ولدالین اشتباه، ولدوالین اشتباه. نه لبها جمع شوه، نه مثل دال تلفظ شوه، و نه غین اضافه شود که ولا غبالین، و نه مثل حرف الضاد تلفظ شود که ولا الضالین. باید متوجه باشیم حرف الضاد از مخرج خود با همه صفات خصوصا صفات استطالت بسیار واضح ادا شود. ولا الضا ولا الضالین، باد باد بحرف الضا تبدیل نشود، بحرف الدان تبدیل نشود، ولا الضالین نگویم یا ولا الضالین نگویم. پس متوجه باشیم که چون حرف الضاد یک حرفی است که یک نام حرف الضاد اصعب الحروف هم می باشد، یعنی سخت‌ترین حروف، چون حرف الضاد بسیار مشکل و سخت حرف است. پس ما باید زیاد متوجه باشیم و کوشش کنیم که این حرف را از مخرج خود با همه صفات خصوصا صفات استطالت ادا کنیم، تا که از حرف الضا جدا شود و با حرف الضا خلط نشود. این بود درس امروزی ما. انشاءالله که در درس آینده مثال های حرف الضا بیان می شود که حرف الضا در قرآن کریم در کدام کلمات استفاده شده. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.